برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. سلام، بسیار خوش اومدید. آقای جوادی، پیروزی الهام علیوف چه تأثیری در روابط آذربایجان با کشورهای منطقه مانند ایران و ترکیه دارد؟ سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز این بخش خبری و تبریک عید مبارک. به نظرم بایستی ارتباط این پیروزی رو که خب 4 روز زودتر از موعد مقرر برگزار شد با کشورهای مختلف کاملا جداگانه بررسی کرد. این تأثیر در رابطه با ایران برای آذربایجان که به صورتیه که ایران رو کشوری قدرتمند در این زمینه میدونه، با زمینه مشترک شیعه بودن حسب گزارشی که شما فرمودید و مشترکات بسیار دیگه، آذربایجان معمولا رفتار با احتیاطی رو با ایران داره و هدفش نگه داشتن ایران به صورت برزخی جهت عدم درگیری نظامی و عقیدتی. اما در رابطه با ترکیه این مسئله فرق میکنه. ترکیه برای آذربایجان یک کشور استراتژیک در زمینه نظامی و دفاعی و تجاریه و بانکاش برای استفاده به منظور انتقال پول نفت و ثروت حاکمان خاندان علیوف و سرمایه گذاران ترکیه که از نمودهای عینی دیگه هم میتونم براتون بگم که دفاع ترکیه برای عضویت ناظر آذربایجان در ناتو که میدونید عضو ناتو هم نیست، بله، در جریان موافقت ترکیه برای پیوستن دو کشور سوئد و فنلاند به ناتو بود. بله. این اهمیت استراتژیک. اسرائیل هم به عنوان امتیازگیری برای ایران برای عدم دخالت در امور داخلیه که نشون بده همونطور که ایران توسط غزه در بیخ گوش اسرائیل و پشت دیوارهای بیت المقدس از طریق فلسطین هست، اسرائیل هم حضور جدی کنار مرزها داره و روسیه هم به عنوان متحد اقماریه که بهره برداری از سرویس اطلاعات امنیت میکنن و از نظر اقتصادی هم ظاهرا من حدس میزنم که کمک به روسیه در جنگ اوکراین کرده. بله، وضعیت شیعیان آذربایجان در حال حاضر و در ادامه ریاست جمهوری الهام علیوف در آذربایجان چگونه خواهد بود؟ من یه تقسیم خیلی جزئی رو سریع انجام میدم. ببینید شیعیان آذربایجان رو باید 3 دسته کرد. شیعیان توند رو که خصوصا در منطقه نارادان فعالیت دارن، بعد از طرح انتقال نفت از طریق ترکیه به اروپا توسط حیدر علیوف با قالت ثروت ملی مخالفت کردن و اخیراً هم که میدونید که حرکت های علیه حاکمیت انجام میدن و اخیراً اعلام موجودیت حسینیون رو دادن که این در آینده، حالا توضیحاتی که میدم، باعث میشه که حکومت دست به عصا حرکت کنه. قسمت دوم شیعیان میانه رو هستن که معتقد هستن و به اعمال دینیشون ادامه میدن و در تفکراتشون جنبه اعتدالی دارن و ملا پاشازاده رئیس اونهاست که من این رو یه توضیح بعدم خواهم داد. قسمت سوم شیعیان سکولارن که با عدم پایبندی به شرعیات به نوعی در حقیقت به سوی سنی شدن دارن سوق پیدا میکنن و ترکیه پشت سر اینهاست. اما آقای الهام علیوف از گروه دومه و نمیخواد که با گروه اول درگیر بشه و جبهه داخلی رو پشت سرش داشته باشه. میدونید که برای این که بتونه آقای الهام علیوف مبارزه ای رو بکنه با استناد به ماده 2، 3 و 4 ماده 48 قانون اساسی که هر کسی در برگزاری مراسم های دینیش آزاده به شرطی که به برهم زدن حقوق جمعی نشه، با استناد به این بندها آقای الهام علیوف داره مبارزه میکنه به خصوص با مراسماتی که شیعیان داشتن. سپاسگزارم از شما، سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.